سلام دوستان خب با نرم افزار برنامه‌ریزی رزرو ها و در موقع پیش ثبت نام ها در خدمتتون هستیم که توسط شرکت دیاکو تهیه شده تو این نرم افزار ما قابلیت مدیریت کردن رزروها ها رو داریم خیلی از ما در بر فرض مثال ما تو یک مطبی کار میکنیم که چند تا پزشک تو اونجا کار میکنن یا اینکه هتلی رو داریم که اتاقهای مختلفی رو داره یا اینکه یک جایی رو داریم که کلاسهای مختلف واسه اجاره یا واسه مثلا تدریسهای مختلف و رزرو بشه و برنامه ریزی بشه و خیلی از موارد و آیتم های دیگه حتی ما آپارتمان هایی داریم که اجاره میدیم به صورت مثلا ماهانه در هر صورت این نرم افزار باسه رزرو کردن و ریزی اونها کاربرد داره یعنی اینکه من یک سری از آیتم ها رو دارم که افراد میان اون رو رزرو میکنن تو یک بازه زمانی مثلا از تاریخ A تا B و از اون استفاده میخوام میکنن و این در واقع برای اینکه من بدونم آیا تو اون زمان بازه زمانی جای خالی دارم مشغول هست مثلا اون کاله من و میتونم برای رزرو ارائه بدم یا نه مفید هستش و همینطور مدیریت هزینه های اون خب وقتی که این اکسل رو باز میکنید ممکنه برای دفعه اول که اون رو باز میکنید با یه ریبون زرد رنگ مواجه بشین حتما وقتی که اکسل رو باز میکنید هر جا این ریبون زرد رنگ رو باسه که بتونین ادیت بکنین و اون رو سیو بکنین اینیبل کنین حالا ممکنه دوبار بیادش که مفهوم مشابهی دارن enable content داره و enable editing داره که این ریبون های زرد رنگ و دکمه هاشو بزنیم خب همونطور که گفتیم ما یک سری آیتم داریم فرض کنیم کلاس های مختلفی رو داریم که میخوایم به استادهای مختلف اونها رو تخصیص بدیم و رزرو رو انجام بدیم شاید مثلا کلاس های اجارهی باشن مثلا کلاس یک کلاس دو و کلاس سه ما این کلاس ها رو باید اینجا توی این لیست به صورت ستونی وارد کنیم فرض کنیم اصلا کلاس نباشه اصلا در واقع من منشی یک آیگاه پزشکی هستم که دکترهای مختلفی رو اونجا داره دکتر مثلا پوست وجود داره اونجا دکتر مثلا زیبایی وجود داره دکتر مثلا دندان پزشک وجود داره و مثلا دکتر عمومی وجود داره کافیه که من اونها رو اینجا لیست بکنم و این لیست من اینجا تعریف میشه خب بعد از اون در نظر بگیرین شخصی اومده و میگه من برای دکتر مثلا پوست میخوام حالا من اینجا کلاس ها رو چون وارد کردم کلاس ها رو میذارم گفتیم از مثلا چندین تا کلاس داریم خب فرض میکنیم مثلا یه شخصی اومده میگه من توی بازه زمانی از 23 فروردین ما تا ده مثلا خورداد میخوام روزهای پنجشنبه رو از ساعت ده تا ساعت یک رزرو کنم آیا این روزها رو رزرو داریم مثلا روز پنجشنبه رو روز اولی که شروع میشه خب روز پنجشنبه است من توی اینجا میتونم روز اول آغاز برنامه رو انتخاب بکنم فرض کنیم مثلا نگفته فقط پنج شنبه ها گفته پنج شنبه و جمعه رو من میخوام رزرو کنم برای کدوم کلاس فرض کنیم برای کلاس دوم خب من وقتی که اطلاعات رزرو رو میزنم میخوام بررسی کنم ببینم آیا کلاس خالی وجود داره یا نه وقتی که بررسی میکنم میگه رزرویشنز اوکی okay. یعنی میتونم این کار رو انجام بدم و در کل 15 جلسه رزرو انجام میشه از این کار و این اطلاعات رو به من میده و من به اون شخص میگم که 15 تا جلسه میتون رزرو کنین و چون بر فرض اینجا 10 تا ساعت یک میخواین میشه 3 ساعت و ساعتی بر فرض 10 هزار تومن میشه 30 هزار تومن در جلسه و برابر با 450 هزار تومن هزینه کلش میشه اون شخص میگه اوکی من رزرو رو میخوام انجام بدم و میایم میگیم مثلا به نام آرمین کشاورزی هزینه 450 هزار تومن میتونم این رزرو رو انجام بدم و بعد ازش میخوایم که آیا پیش پرداخت بعضی جاها پیش پرداخت میگیرن و بعضی جاها پیش پرداخت نمیگیرن و فرض میکنیم که یه پیش پرداختی برابر با 150 هزار تومن هم ازش درخواست میکنیم که باید پیش پرداخت رو بدیم تا با رزرو رو انجام بدیم و بقیه پول در انتهای مثلا جلسه یا میان جلسه هر وقت که راحت بودین خودتون بعد اعمال کنید یه کدی رو ما باید بهش تخصیص بدیم که بدونیم کد رزرو بشه مثل کد فاکتور میبونه یه چنین چیزی یا خودم میتونم تخصیص بدم فقط باید مطمئن باشم اطلاعات قبلی که وارد کردم به صورت یک تا این کد رو تشخیص یا اینجا خالی بذارم خود برنامه این کد رو بده وقتی که این اطلاعات رو کامل کردم میتونم رزرو رو ثبت بکنم اینجا و وقتی که رزرو ثبت شد اینجا دان رو به من میزنه و میره توی جدول برنامه ریزی اینجا به صورت 15 تا سشن با اون کد تا ثبت میشه و اینجا میگه تصویه کامل نشده اینقدر پیش پرداخت شده تقسیم برای اون تعداد میشه خب یعنی در واقع به هر جلسه سی هزار تومن پیش پرداختی که داده به هر جلسه ده هزار تومن مجموع کلش شده بود چار ساده پس جلسه به جلسه اینجا ثبت میشه توی دیتابیسی که داریم و این بزرگ میشه دیتابیس ما و اطلاعات رو ثبت میکنه خب ما الان کد رو باسش در آوردیم و گفتیم این کد رزرو تو هستش میتونیم دو کار کنیم کد رزرو رو به طرف بگیم فقط یادداشت کنه واسه زمانی که میخواد مثلا بررسی کنه که چقدر باید پرداخت بکنه پرداخت کامل انجام بشه یا اینکه مثلا به عنوان یک فاکتور در نظر بگیره اگر خواستیم به صورت فاکتور بهش بدیم میتونیم از همین یه پرینت بگیریم کنترل پی رو اگر بزنیم اینجا دقیقا پرینت اون رو میگیره و مثل یک فاکتور حتی پرداخت کامل هم خالی هستش بهش توضیحات هم البته میتونیم داشته باشیم این شخص مثلا خیلی اصرار کرد این شخص مثلا دوست ما هستش این شخص با مثلا امکانات جانبی این رو مثلا پرداخت کردش مثلا اینجا میتونستیم بنویسیم این شخص با امکانات جانبی اینجا رو رزرو میکنه و با پرینت کردن اون بهش فاکتور بدیم در واقع دقیقا این مثل یک فاکتور میمونه چون کد یکتا هم داره تاریخ هم داره و اسم اون شخص هم اینجا ثبت شده خب پس این حالت کلی رزرو بود فرض کنیم مثلا تو تاریخ ده سه اون شخص میادش میگه خیلی خب این شماره یکتای من بوده و من میخوام پر پرداختم رو انجام بدم کافی اینجا توی قسمت فرم ثبت پرداخت من کد یک رو از طرف بگیرم و اینجا تایپ کنم این خط تیرا هم مهمه وقتی که کد یک از خود ممکنه مثلا خودتون کد یک داده دو که براساس اون بره کد یک رو اینجا تایپ میکنم و بازیابی اطلاعات بر اساس کد یک رو میزنم و اینجا اطلاعات اون شخص که اسم آرمین کشاورزی هستش تاریخ آغاز رزرو تاریخ پایان رزرو اینجا نمایش داده میشه ساعت شروع و خدمت دنده که اصلا کلاس دو بوده که این رزرو کرد و روزهاش پنجشنبه و جمعه میاد و میگه مبلغ کلش 450 هزار تومان بود پیش پرداخت شده 150 هزار تومان بود که 300 هزار تومان باید بده که اون شخص حالا این پول رو به حساب میریزه یا اونجا اصلا کارت میکشه و دستگاه کارتخان و وقتی که این کار انجام شد ما ثبت پرداخت میزنیم اوکی دانش هم میاد اینجا تو جدول برنامه ریزی، اون قسمت یعنی اینجا واسه اینها یس میخوره یعنی اینکه پرداخت انجام شده و به این راحتی ما میتونیم در واقع مدیریت کنیم حالا یکم هم جزیات رو مثلا ما یه داشبوردی رو اینجا داریم که میبینیم تو تاریخ مختلف چقدر دریافت شده چقدر پرداخت شده اول باید یه بروز رسانی کنیم که اطلاعات به روز بشه اینها فیلترهای تاریخی هستن اینجا مثلا من واسه کلاس یک و دوی که رزرو شده تو سال 1397 کل سال 1397 با اینا کاری نداشتم 634 هزار تومن در کل دریافت کردم 210 هزار تومن پیش پرداخت شد اینا دریافتی کاملمه با پیش پرداخت داشت 210 هزار تومن هم پیش پرداختی داشتم در کل 100 هزار تومن دیگه باقی مونده که باید بگیرم هنوز یعنی افرادی بودن که کلاس من رو رزرو کردم پیش پرداختشون دارم و 100 هزار تومن باقی مانده بوده و این روزها توی سال 1397 رزرو شده حالا من میخوام فقط باسه ماه دو رو نگاه کنم میبینم تو ماه دو یک شنبه چهار شنبه پنج شنبه رزرف ها انجام شده که حالا من باسه خدمت دهنده اینجا نذاشته بودم که خدمت دهنده رو اینجا اضافه خواهیم کردش ببینید یه خوبی که این نرم افزار داره این هستش که اکسله و شما با اکسل هر کاری که بتونین و میتونین انجام بدین به خاطر همین همین الان برفرض من نیاز رو دیدم که خدمت دهنده نوع خدمت دهنده هم اینجا اضافه بشه با توجه به دانشی که به اکسل دارم میتونم این رو ادیت کنم به راحتی. هیچ گونه پسوردی اینجا قائل نشدیم ما شما هر گونه تغییری که خواستیم میتونیم بدین و حتی کد هایی که اینجا زده شده هم با پسورد نیستش و اینجا میتونم ببینم که چه روزهایی بسه کدام خدمت دهنده رزرو شده پس یه داشبورد کلی رو اینجا به ما ارائه داره میده خب این هست حالا بریم سراغ یه سری جزئیات فرض کنین که من حالا یه شخصی اومده میخوام اصلا کلا اطلاعات رو از اول بذارم خوبه که اطلاعات رو داشته باشین ازش استفاده کنین خیلی وقتا مثلا نیاز به تغییر شاید نباشه اما فرض کنین که من میخوام کلا فرمم پاک کنم از این دکمه پاکسازی استفاده میکنم فرم من خالی میشه و یه شخصی اومده میگه من از فرض کنین از یک اردی بهشت از یک اردی بهشت میشه یک دو هزار که امسال باشه تا مثلا یک خورداد به مدت یک ماه میخوام کلاس یک شما را از مثلا از روز اولین تاریخم شنبه از ساعت مثلا ده تا ساعت مثلا سیزده یا مثلا تا ساعت دوازده رزرو کنم خب روزهای شنبه آیا خالی دارید یا نه ما حتی میتونم اینم نذارم فقط این یک روزشو بذاره ولی خب بهتره که تیکشو بزنیم کدوم کلاس کلاس شماره یک پس من میام بررسی وضعیت رو انجام میدم میگه رزروشن اوکی من میخواستم یه روزی باشه که رزرو اوکی نباشه روزهای یک شنبه میدونم پر اینجا مثلا واسه نمونه میخوام نشون بعد بررسی میکنم زنگ بیام تو داشبورد ببینم چه روزای پره روز دو از روز دوم هستش دو اردی ما باید اینجا حتما دو رو انتخاب بکنیم تاریخ ها رو باید درست بزنیم اینجا تا بتونیم وضعیت رو درست انتخاب کنیم یعنی دو اردی هست که یک شنبه هست یک اردیبهش بود شنبه بود خب بررسی وضعیت میزنم میگه نه تمام روزها مناسب نیست اوکی نیست اینجا به صورت قرمز به من نشون میده که یک شنبه دو دو فروردین اردی بهشت و 9 دو اردی بهش و 16 اردی بهش از ساعت 10 تا دو کلاسه پس تو نمیتونی 10 تا 12 کلاس بذاری بخاطر همین اینجا نباید ثبت رزرو انجام بده البته اگه فرد بخواد این مورد رو نادیده بگیره میتونه ثبت رزرو کنه و میره و ثبت میشه ولی دیگه اون مشکل خودشون هستش پس باید حواستون به این قضیه باشه ما اینجا اعلام میشه که آیا پر هست یا نیستش و این تاریخ ها باید درست ارائه بشه خب فرض کنین یه شخصی اومد کنسل کرد و ما پیش پرداخت رو هم برگردوندیم خب یعنی یه شخصی اومده کنسل کرده و من میخوام مثلا کلا فرض کنین اینجا توی جدول برنامه ریزی مثلا این شخص این شخص اومده کلاساشو کنسل کرده همون لحظه یا اصلا تغییری میخواستیم بدیم کافیه که بگیم آقا کدت چی بوده این کدش رو بگیریم خب این تو فرممون و کد اینجا بذاریم اولین کاری که باید بکنیم میتونیم هزار رزرو رو همینجا هم بزنیم میره اینجا اون دیتا های مربوطه رو هضم میکنه میبینین اون شخص دیگه نیستش ای رستمی بود فکر کنم یادم نمیادش آی محمودی بود دیگه نیست و اون رزرو رو هضم میکنن و فرض کنیم من میخوام اطلاعات این شخص یا رستمی هستش اسمش حالا نمیدونستیم اینجا دوباره بازیابی کنم و تغییراتی بهش بدم اگر تغییرات خواستیم بکنین اول باید اطلاعات رو بازیابی کنیم بر اساس کد یکتا اینجا اطلاعات اون شخص اطلاعات رزروش میاد حالا من که میخوام این شخص تغییر پیدا بکنه مثلا میگه من یک شنبه و سه شنبه رو میخوام اضافه کنم خب سه شنبه و مثلا شنبه رو دیگه نمیخوام خب شنبه ها رو داشت نمیخوام به یک شنبه سه شنبه میخوام هز می کنم چون هنوز نیومده دیگه هز می کنم این رو خب این رو که حذف کردم بر اساس این کد میاد حذف میکنم الان نها تو جدول ما یه چنین شخصی دیگه نیستش های رستمین خب ولی اطلاعات اینجا هست دوباره ثبت رزرو میکنم با همین کد یکتا چون کدش هم میدونم یکتاست دیگه چون اون پاک شده بود و میاد اینجا تو جدول برنامه ریزی من با سایر رستم این روزها رو ثبت میکنه پس اینطوری میتونم تغییرات و اصلاحات رو هم اعمال بکنم خب این دکمه های اینجا بودش توی فرم ثبت نام گفتیم کد یکتا رو باید بزنه بعضی وقتا ما کد یکتا رو طرف یادش میره خب ما باید اسم نام خانوادگی اینا رو دیگه لازم نیستش ساعتاش هم لازم نیست خدمت دندم لازم نیست کافیه که اسم تاریخ آغاز رزرو و تاریخ پایان رزرو اون شخص رو بزنیم و بازیابی اطلاعات کنیم اون وقت دوباره اطلاعات باسه اون شخص با کد یک داشت و مبلغی که باید بده ارائه میشه و میتونیم ببینیم و دو دوباره ثبت پرداخت کنیم یا هر کاری خب فرض کنیم که من الان دیتا هم اینجا واسه یکی دو سال زدم ببخشید اینجا واسه یکی دو سال زدم میخوام اینا رو بایگانی کنم اصلا اکسل هم خیلی زیاد شد ببینید اکسل تا یک میلیون دیتا رو میتونه بگیره یک میلیون خورده ای. و این اکسل هم تا یک میلیون در واقع 20 هزار تا برنامه ریزی شده و به میتونیم بزنیم ولی خب فرض کن 500 هزار تا اومدیم خب 500 هزار تا خیلی عدد زیادیه تو اکسل و ممکن اکسل ما رو کند کرده باشه یه مقدار و ما بخوایم اطلاعات گذشته فکر کنیم سه سال پیشه یا یک سال پیشه حتی یک سال پیش هم ما دیگه نیازی شاید نداشته باشیم و نخواهیم اطلاعاتش رو داشته باشیم بخاطر همین باید بایگانی کنیم اطلاعات جدولمون رو وقتی که این دکمه بایگانی رو توی فرم ثبت پرداخت بزنم تمام اطلاعات اون اکسل من بایگانی میشه تو قسمت داکیومنتس فولدر یعنی چی یعنی من یک فولدری یا اینجا و بیارم داکیومنتس اینجا توی documents. توی اکسلی که توی داکیومنتس هست اینجا به نام اون تاریخ 2018 -4 14 یعنی تاریخ امروز تاریخ 14 4 2018 یه اکسل واسه من ایجاد کرده که این اکسل رو باز کنم دیتا های که خواستم رو بایگانی کرد ولی پاک نکرده الان این اکسل 2000 میتونم ببرمش هر جای اون رو سیوش کنم به تاریخ و هر چیزی که دوست دارم ولی هنوز توی جدول ریزیم همه دیتا ها وجود داره و پاک نشدن فقط بایگانی کردم اما الان اگر بخوام پاک کنم میتونم اطلاعاتم رو اینجوری بذارم و پاک کنم میگه آیا تمایل داری ادامه بدی بله و دان کردش و الان دیگه اطلاعاتی تو جدول من وجود نداره و اگر اکسلتون یه مقدار سنگین شد خب این کار رو انجام بدین که اکسلتون سبک میشه و دوباره میتونین اینجا بیاین اطلاعات جدید رو ثبت کنین بررسی وضعیت کنین الان چون همین الان ثبت کردم یه بار پاکش کنم بررسی وضعیت کنین یعنی خالی داره چون اصلا کل خالی بود بعد میتونین ثبت کنینش خب نرم افزار بسیار کاربردی هستش دو تا شیت دیگه وجود داره اینجا که یه سری مثلا اکسل رو خواستیم بسازیم بر مبنای این ساختیم مثلا سال رو نگاه سال 1995 گرفتیم تا سال 1450 و این اطلاعات ما هستش بخاطر این من این رو هاید میکنم اگر کسی خواست استفاده کنه میتونه آن هاید کنه و یه جدولی هست جدول اطلاعاتی که این اطلاعات رو از توش گرفتیم فرمول ننوشتیم که سبکتر باشه پیوت تیبل و خاطر بعد باید به روز رسانی رو هر دفعه بکنه الان به روز کنم دیتا های گذشته رو آپدیت میکنه و به های جدید تبدیل میکنه که این جدول رو هم من هایدش میکنم هر وقت خواستین اونا رو ببینیم بعد آنهاید هاید کنیم این اکسل در حال حاضر لوگوی ما وجود داره واسه و مثلا شما اگر خواستین پرینت بگیرین فرض کنید از این بخوایم پرینت بگیرین لوگوی ما اینجا وجود داره اگر خواستین اسم شرکتتون رو بزنیم کافیه بیاین اینجا اینجا و لوگو رو با اسامی رو عوض کنیم ولی لطف کنیم که اکسل رو پخش نکنیم و خودتون استفاده کنیم و به حق کپی رایت ما احترام بذاریم چون ما هیچ پسوردی واسه این قرار ندادیم تا بتونیم مشتریان به راحتی ازش استفاده کنند و این اکسل رو بر اساس نیازشون توسعه بدن اگر چیزی کم و کاست بود اون رو توسعه بدن ممنونم از شما امیدوارم نرم افزار مفید باستون واقع بشه خدا نگهدار